به یه ویدیو دیگه از کانال پتومت خیلی خوش اومدین. اسم من پانیزه و امروز اومدم بهتون یه نژاد سگ خیلی بامزه و خیلی تنبل معرفی کنم. پس بریم با هم ببینیم که ویدیو امروز در مورد چه نژادیه. امروز اومدم بهتون یکی از تنبلترین، کوچیکترین و حتی سختترین نژادهای سگ رو معرفی کنم، نژاد پارک. نژادی با طول عمر 13 تا 15 سال که یکی از بهترین انتخابا برای خانواده‌هایی که توی آپارتمان زندگی میکنن و هم خانواده‌هایی که سگ یا بچه دارن. اما از طرفی میشه گفتش که این یکی از اون نژاداست که با مرور زمان و با طول کشی‌های خیلی زیادی که ازش شده به انواع بیماری‌های مادرزادی مبتلا شده. قبل از اینکه بخوام وارد جزئیات بشم و شما رو بیشتر با این نژاد آشنا کنم، باید بگم که شما با یه نژادی طرفید که بی نهایت احتیاج به مراقبت داره. سه تا فکت جالب درباره این نژاد وجود داره که اولیش اینه که وجود نژاد پاک روی زمین به 400 سال قبل از میلاد به چین باستان برمیگرده، جایی که اونا راهشون برای زندگی کنار انسان‌ها توی خانواده‌های سلطنتی چین باستان پیدا کردن. دومیش اینه که پرورش دهندگان نژاد پاکو عمدن به خاطر وجود چین و چروکشون پرورش میدن. تو زمان‌های قدیم گفته می‌شده که این چین و چروک پاک‌ها تشابه زیادی با کلمه پرنس تو زبان چینی داشته. و از طرفی هم که پاک نژاد سلطنتی بوده و خب این خودش میتونه دلیلی بر این باشه که چینی ها عاشق این چین چروکا باشن. اما سومین فکتی که درباره این نژاد وجود داره اینه که نژاد پاک هیچ ربطی به نژاد بولداگ نداره. خیلی‌ها به دلیل وجود چین چروکا و به دلیل تشابه ظاهری که پاک به بولداگ داره فکر میکنن که این نژاد از ریشه بولداگ است، در صورت که این دو تا نژاد هیچ ربطی به هم ندارن. اما در عوض پاک ها با پکینگز ها نژاد دیگه ای از سگان که ریشه اونان به کشور چین برمیگرده در ارتباطن. پاک های نژاد خیلی مهربون و خیلی دوست داشتنی هن که عاشق خانواده های انسانی و عاشق جلب کردن توجه اونان. اما از طرفی نژادیه که ممکنه توی آموزش دیدن سرسخت باشه، که خب اینم بستگی به رابطه بین اون و صاحبش داره. پاک اصلا نژادی نیستش که بتونه تنهایی رو تحمل کنه، پس اگه خواستین سراغ این نژاد برین حواستون باشه که اصلا طولانی مدت تنهاش نذارید. یه موضوع مهمی که درباره نگهداری از این نژاد وجود داره بحث نظافت اون است. به خاطر وجود چین و چروک روی سطح پوستش بهتر که ماهی یک بار حموم بشه، و به خاطر داشتن یه پوست حساس بهتر که از شامپو و نرم کننده مخصوص پوست خودش استفاده بشه. از طرفی ممکنه کلی چربی و کلی موی گلوله شده بین این چین و چروک ها جمع بشه و اونا با لیس زدن پوستشون باعث کثیف شدن و ورود این چربی ها به دهنشون میشن، پس حتما هفته دو بار نیاز به مسواک زدن دارن. اما بحث اصلی که درباره نگهداری از این نژاد وجود داره بحث تمیز کردن روزانه این چین و چروک هاست. اگه حداقل 4 یا 5 بار توی هفته بین این چین و چروک ها تمیز نشه، ممکنه باعث به وجود اومدن عفونت، انواع قارچ و حتی وجود بوی خیلی بدی روی پوست بشه. پس حتما حواستون به نظافت پوست این نژاد خیلی باشه. میرسیم به یه بخش مهم دیگه توی نگهداری از پاک ها، بحث رژیم غذایی و وزنشون. پاک ها نژادی هستن که بی نهایت مستعد چاقی و اضافه وزنن. اگه خواستین سراغ نگهداری از این نژاد برید، باید بدونید که علاوه بر نظافت روزانه، هر روز باید وزنش و مقدار غذایی که میخوره چک بشه. سعی کنید سراغ غذاهایی برید که مخصوصا نژاد پاک هستن، چون این غذاها مقدار کالری خیلی کمی دارن و از طرفی هم میتونن نیاز غذایی این نژاد رو برطرف کنن. پاک ها به تخلیه انرژی زیادی نیاز ندارن، چون اگه بیش از حد فعالیت کنن و خودشونو خسته کنن، ممکنه به خاطر مشکل تنفسی مادرزادی که توی این نژاد وجود داره نتونه به درستی نفس بکشه و بیش از حد توانش به دستگاه تنفسیش فشار بیاره. پس اگه خواستید بیرون ببریدش، حتما حواستون به این باشه که بذارید تایمر کوتاه استراحت کنه تا نفس کشیدن براش سخت نباشه.
اما میرسیم به بخش آخر که توی نگهداری از پاپا خیلی باید بهش توجه کنید. انواع بیماری هایی که این نژاد ممکنه بهشون مبتلا بشه. اولین بیماری همون جوری که بهتون گفتم این نژاد به خاطر مدل صورت و پوزه صافی که داره به مشکلات تنفسی دچار میشه و از طرفی به خاطر وجود چین و چروک ها و رسیدگی نکردن صاحبش ممکنه به بیماری درماتیت مبتلا بشه و در نهایت منجر به عفونت و وجود زخم های متعددی زیر این چروک ها بشه. بیماری بعدی که ممکنه در اثر رسیدگی نکردن و بی‌توجهی صاحبش بهش مبتلا بشه بیماری دیسپلازیه. توی ویدیوهای قبلی درباره این بیماری به طور کامل توضیح دادم، اگه دوست داشتین لینکشو براتون میذارم، میتونید این ویدیو رو ببینید. اما اینو بدونید که این بیماری در اثر چاقی بیش از حد به وجود میاد، حتی ممکنه باعث جراحی هم بشه، پس حتما حواستون به اضافه وزن حیوانتون باشه. بیماری بعدی که مربوط به پاهای این نژاد میشه بیماری از هم پاشیدگی مفصل رونه. به دلیل قطع خونرسانی به سر استخون رون، این استخون به مرور زمان پوک و نکروز میشه و در نهایت موجب بروز مشکلات مفصلی میشه. اگه به موقع تشخیص داده بشه ممکنه که با فیزیوتراپی کاهش وزن، استراحت یا حتی دارو درمانی جلوش گرفته بشه، اما اگه به موقع تشخیصش ندن ممکنه که به جراحی کشیده بشه. یه بیماری خیلی مهم توی سگ‌ها و به ویژه توی پاپ‌ها وجود داره به نام انسفالیتیس یا به اصطلاح PDE. یه بیماری مغزیه که هم ممکنه به صورت ژنتیکی توی این نژاد وجود داشته باشه و هم ممکنه نوعی ویروس عامل به وجود اومدنش باشه. این بیماری بجز نژاد پاگ بیشتر توی نژادهای چیواوا، مالتیز، یورکشایر و حتی پوینتر شایعه. از علائم این بیماری میشه به ضعف و تشنج، فلج شدن کوتاه مدت بدن و حتی لرزش‌های خفیف و شدید بدن اشاره کرد. اگه بخوام این بیماری رو به طور ساده بهتون توضیح بدم، باید بگم که وقتی بیماری خود ایمنی رخ میده، روند بهبود بیماری توی بدن معکوس میشه. یعنی سیستم ایمنی بدن توانایی تشخیص خودش رو از دست میده. در واقع حملات از بین برنده بیماری رو علیه خودش انجام میده. این بیماری یکی از خطرناک‌ترین و یکی از مهم‌ترین بیماری‌ها توی بدن حیوان است و من حتما یه ویدیو جداگانه در موردش براتون می‌سازم. توی بعضی از موارد دیده شد که این بیماری به طور کامل از بین نرفته و فقط تونستن کنترلش کنن. پس اگه یکی از این علائم رو توی حیوان خودتون دیدین، حتما به پزشک مراجعه کنید تا از پیشروی بیشترش جلوگیری کنید. یه نکته خیلی مهمی که در مورد نژاد پاگ باقی میمونه که بخوام بهتون بگم اینه که به خاطر مشکلات و بیماری تنفسی که این نژاد داره، بهتره که با نوزادا و زنان باردار زندگی نکنه، چون ممکنه که یه سری از این بیماری ها رو به نوزاد یا حتی به جنین منتقل کنه. پس اگرم خواستین که این نژاد رو به خونتون بیارین، حتما قبلش آزمایشای لازم رو براش بدین. حتما قبل از آوردن نژاد پاک به خونتون تمام شرایط این نژاد رو در نظر بگیرید که هم بتونید از پس هزینه ها و هم بتونید از پس مراقبت هاش بر بیاد. چون خیلی ها بودن که این نژاد رو اول به خونشون آوردن و بعد از فهمیدن شرایط سخت نگهداریش از آوردنش پشیمون شدن و مجبور شدن که این بچه رو ول کنن یا به خانواده دیگه ای واگذارش کنن. تا جایی که میتونید سراغ نگهداری از این نژاد نرید، چون یه نژادیه که پر از بیماریه و هر چقدر ازش کمتر توی دنیا وجود داشته باشه به نفع خودشه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. حتما اسم نژادی که دوست دارید داشته باشید و این زیر برام بنویسید، حالا چه سگ یا چه گربش فرقی نداره. سابسکرایب و لایک هم مثل همیشه یادتون نره. دوستتون دارم. فعلا.